اصلا من معنوی کی هست؟ اونم یک ملکه. مثلا میگه ما براتون فرشته نگهبان مثلا گفت. منتها این تعریف اینکه فرشته نگهبان از چی نگهبانی کنه؟ چیکار بکنه؟ اینا دیگه تعریف نشده. در واقع یک من معنوی خودش یک ملکه. منتها در اون سیستم قدیم این چیزا رو کلن میگفتن ملائک، یعنی یه دسته میشده ملائک، یه دسته میشده مخلوقات، به اصطلاح مختار، یه دسته میشده چی؟ این تقسیم بندی ها. وگرنه به طور کلی بله، اونم یک ملک. من معنوی بعد از مرگ انتقال پیدا میکنه اونجا وکالت داره و تو زندگی بعدی هم اونجا وکالت داره دوباره، یعنی وکیل ماست دیگه، درست شد؟ تا دم در جهنم وکیلمونه. از اونجا به بعد مأموریتش خاتمه پیدا میکنه. اون وجود تعریف شده ثابت داره و بی طرف بین ما و خداست، به نوعی دستیاره، به نوعی صرفاً رابطه، یه چیزه، یعنی به حکم بین ما، یه جوری کار از کارگزاران هست، از کارگزاران هست. اما اینجا تعریف دقیق و اسمش یه خورده چیزه مشکله. خب و در واقع خودش ثابته، یه وکیلیست که در هر مرحله مثل یه وکیلی میمونه که اگه یه بچه رو بخواد وکالت بکنه میتونه کارشو انجام بده، بزرگتر میشه باز میتونه، باز ما همونطوریم. بچه بودیم همین وکیلمون بوده، الان میانسال هستیم همین وکیلمونه، دوباره مرحله بعدم وکیلمونه، دوباره مرحله بعدم وکیلمونه و در جهت کمال وکیل تسخیریست که گذاشتن بغل دستم. خب که اگر ما خواستیم در جهت کمال حرکت بکنیم، نگیم که ما یه چیزایی رو امکاناتی رو نداشتیم، نمیدونم یه وکیل در اختیار نداشتیم. یک بحثی که توی این موضوع همزاد معنوی بود در مورد بخشایش بود. خب یک موضوع اینه که انسان تشویق شده به بخشیدن، طرف رو که نمیبخشیش یه کمندی روش سوار کردی، یا اگه نمیبخشن ما رو یه کمندی روی ما انداختن، گرفتن تو دستشون. حالا هم خودش علاپه، هم منم به یه شکلی مسائلم دچار یه سری قضایایی هست. خصوصا در بحث کمال و تعالی بستگی احساس میکنم، احساس میکنم که نمیتونم بپرم، راها نیستم که بپرم بالا، میخوام بپرم ولی احساس سنگینی میکنم، درست شد؟ توی این رابطه یکی از چیزهایی که به ما کمک میکنه که ما راحتر بپریم این موضوعه که من معنوی به ما کمک میکنه و من معنوی دو تا موضوع رو اینجا برامون روشن میکنه. یکی مفهوم ظلم. اصولا ما مفهوم ظلم رو انسان، یعنی انسان به طور کلی مفهوم ظلم رو نمیدونه چیه. این یک موضوع. دو، کمک میکنه که این بندها باز بشه و ما میتونیم در اینجا ازش کمک بگیریم. Thank you.